کی هستیم؟ آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز در دنور کلرادو. درود بر شما آقای نوریالا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سپهر و شنوندگان و بینندگان این برنامه. چهره نشون میده که از شاه‌آباد اومدید ها. امیدوارم خوب باشید. درمانده در یه نامه مفصلی برای من ایمیل کردن، خیلی جالب بود اینها. و یک سالشون هم به نظر من اساسی بود سال که چرا این قشر فرهنگ مدار ایران، هنرمندان، شعرا، ادبا که این همه نوجو بودن و سعی میکردن که پدیده‌های نوعی رو به جامعه ایران پیشنهاد بکنن و بعد به شکل اونها رو ترویج بدن یا خودشون خالق و آثار باشن، چی شد که یک بار اینقدر مندرس افکارشون مندرس شد، عقبگرا شدن و تسلیم شدن در برابر یک موج ارتجاعی؟ گفتم این حتما خواستن که شما جواب بدید. شما یه شاهد ظهور این همه شخصیت درجه یک در دوره در سالهای بین دهه 40 و 50 بودید. بله بفرم. عرض کنم که خب این آسیب شناسی دهه 50 به نظر من یه مسئله علاهده از مسائلی که در دهه 40 رخ داد، برای که این دوتا دهه رو اگر کنار هم بگذارید از همه لحاظی به نظر من با هم متفاوت هستن. اساسا در زمینه وقتی که میرسه آدم به یک مقطع تحول اساسی تاریخی که امکان ارائه تئوری‌های مختلفی به عنوان چاره‌جویی برای حل مسائل به دست میاد، معمولا دو تا گرایش بیشتر از همه گرایش‌های دیگه مطرح هستن. یک عده معتقدن که باید گذشته رو فراموش کرد و پیوست به قافله جهان متمدن. یه عده معتقدن که نه، ما باید بریم و گذشته ای رو که به خاطر تماس ما با جهان متمدن به دست فراموشی داره سپرده میشه، این رو دو مرتبه زنده کنیم و احیا کنیم. مثلا شما وقتی که در دوران ناصری قاجاریه میخونید مطالبی رو که روشنفکران اون موقع مینوشتن یا میگفتن یا عمل میکردن، یعنی از امیرکبیر بگیریم، سپهسالار بگیریم، ملکم خان بگیریم، طالبوف، نمیدونم میرزا رضا کرمانی، اینها همه عرض کنم صحبتشون این بودش که ما باید به قافله جهان متمدن بپراندیم برای اینکه 300-400 ساله که عقب افتادیم. و خب همین روحیه بود که در واقع انقلاب مشروطه رو شکل داد، معنا داد و جهت داد. و سپس در دوران پهلوی ها هم با افت و خیز هایی همچنان این اندیشه بود که ما باید کشورمون رو برسونیم به کشورهای دیگر. اما به نظر من تجربه دهه 20 و 30، یعنی 1320 تا 1340، در اونجا بود که یک سری اندیشه های نوعی در مقابل اندیشه های برخواسته از دل مشروطیت به وجود آمد. مشروطیت البته حرفش این بودش که ما باید به سوی جلو حرکت بکنیم، اما برگردیم یک پل بزنیم روی دوران اسلامی و برگردیم به دوران ما قبل اسلام و یه پیوندی بین امروز. یعنی در اونجا هم تئوری بازگشت به گذشته مطرح بود، اما گذشته ای که مورد توجه مثلا بگیریم پور داوود یا صادق هدایت و اشخاص بزرگی اینگونه در دوران مثلا رضا شاهی بود، این بود که ما باید برگردیم به گذشته برای اینکه گذشته ما با آنچه که امروز در جهان مغرب زمین وجود داره فقط یک انقطاع فرهنگی درش اتفاق افتاده و اگر ما بتونیم روی این انقطاع فرهنگی پل بزنیم، میتونیم با مصالح محلی آینده خودمون رو بروز بکنیم و مطابق بکنیم با جهان متمدن. اما پس از رفتن رضا شاه
و در اون 20 ساله 1320 تا 1340 حوادثی که رخ داد تجربه هایی بود که به نظر من همش ناکامی درش بود. یعنی چه اونهایی که به اردوگاه شهر مثلا به اتحاد جماهیر شوروی دل بسته بودند و تعیین خودشون رو در عرض کنم که کنگره نویسندگان سال 1325 نشون دادن، اونها پس از ماجرای 28 مرداد سال 32 به کل مایوس شدن از آنچه که فکر میکردند به عنوان عضوی از اردوگاه سوسیالیسم کمک خواهند گرفت. در این حال عرض کنم که جبهه ملی، حزب ایران، تمام اون روشنفکرانی که امیدشون رو بسته بودن به این که امریکا این وسط میتواند بیاید و بین انگلیس و روس که ایران رو ساندویچ کرده بودن ایران رو نجات بده، اونها هم با این ناکامی رو بروش دارن که چنین چیزی نیست. بنابراین این مسئله نه شرقی نه غربی از دل تجربه 20 ساله 1320 تا 1340 یواش یواش شکل گرفت. اما چون با دوتا نه شروع می شد، خود به خود این نمیتونستش یک عرض کنم که تئوری کارایی باشه. در نتیجه مسئله این بودش که نه شرقی نه غربی پس چی؟ و مسئله این شد که روشنفکران ما به این قضیه پاسخ بدن. در ضمن همیشه به نظر بنده در اینجور موارد تئوری هایی که مربوط به راه حل های اجتماعی هستند به عنوان پیشاهنگ عمل می کنند و هنرها و ادبیات و شعر و غیره رفته رفته از اونها متأثر می شه. در نتیجه به نظر من در مقطع مثلا سال 1340 ما تازه داشتیم به ارزش‌های نوآورانه انقلاب مشروطه پی می بردیم و پیریزی اون کار رو می کردیم، در حالی که کسانی که داشتن می اندیشیدن برای راه‌حل‌های اجتماعی این دوران رو دپاسه کرده بودند و حالا می رفتن دنبال این که پاسخ بدن که نه شرقی نه غربی پس چی، که این موجب شد که یک مرتبه یک جریان عمده فکری بازگشت دو مرتبه مطرح شد. این بار بازگشت به جای اینکه به ماقبل اسلام باشه به پس از اسلام بود و اینکه یک عصر طلایی رو در نظر می گرفتن که مثلا عصر طلایی زندگی پیغمبر و امامان بود و حالا ما اگر که برگردیم به اون عصر مسئله خودمون رو حل می کنیم و جامعه می سازیم که نه شرقیه نه غربیه. و این خب زمزمه وار شروع شد و در سال عرض کنم که حدود آغاز دهه 1350 تونستش اثر خودش رو روی ادبیات و هنرهای ما بگذاره. یعنی شما میبینید که ما همینطور که حرکت میکنیم از آغاز دهه 40 نوآوری هایی که در واقع موضوع برنامه های کنونی ما هست و مدتی مثلا در زمینه شعرش صحبت میکنیم، اینها وقتی که به انتهای دهه 40 میرسند از نفس میفتند و اون اندیشه های اجتماعی راه حل ارائه دهنده میآیند و نفوذ میکنند در نمایشنامه‌نویسی ما، در قصه نویسی ما و در شعر ما، به طوری که ما دهه 50 رو کاملا یک دهه متفاوت با دهه 40 میابیم. حالا من نمیخوام وارد بحث سیاسی و به نظر من اشتباهاتی که رژیم کرد به خاطر اون جشنهای بیهودهی که گرفتن، جشن تاجگذاری و 2500 ساله و 50 ساله پهلوی و بعدم حزب رستاخیز و غیره، یعنی یک تعرض آشکار به دموکراسی میشه گفتش و تثبیت یک نوع دیکتاتوری که به اصطلاح مصلح بود، میخواستش جامعه رو عرض کنم که به پیش ببره و در این حال نسج فعالیت‌های چریکی و این چیزها، همه اینها دست به دست هم داد از یه طرف راه حلی که
کسانی مثل آل احمد و شریعتی و احسان طبری و حتی داریوش شایگان ارائه می دادن به این که ما باید برگردیم به گذشته برای که یه سکوی پیدا کنیم که به طرف آینده بپریم، و این از اسلام گرفته تا فرهنگ های آسیایی و غیره رو در بر می گرفت، اینها همه دست به دست هم دادن اصلا فضای 1350 به بعد رو تا مقطع 57 رو که انقلاب رخ داد به کل از هر لحاظی از لحاظ اجتماعی، سیاسی، امنیتی و هنری و غیر ادبی کاملا متفاوت کرده. به نظر من هنوز در این زمینه که ما چگونه شد که در سر بزنگاه انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی همواره ما در فکر بازگشت بودیم، فقط آماج بازگشتمون متفاوت بود. اول میخواستیم بریم اونور اسلام رو برگردونیم و احیا بکنیم، بعد خواستیم اسلام اولیه رو احیا بکنیم، بعد خواستیم تشیع نمیدونم صفوی رو احیا بکنیم، همه اینها بازگشت بود. ما خیلی کم به روشنفکرانی برمیخوریم مثل میرزا خان کرمانی یا حتی تقی‌زاده که اینها مخالف بازگشت بودن، میگفتن که در این بازگشت سودی وجود نداره، ما باید ببینیم چگونه میخواییم بر بجهیم از روی این عقب افتادگی و برسیم به جهان نو. این نوع اندیشه به نظر من هم در دوران رضا شاه به خاطر بازگشت به ما قبل اسلام و در دوران محمد رضا شاه به خاطر بازگشت به اسلام موجب شد که به نظر من اصلا عرابه مدرن کردن ایران و جهش به سوی جلو رفته رفته از نفس افتاد و در انقلاب 57 متوقف شد. برای این یه بود قضیه است آقای دکتر نوری‌علا، چون اگه برگردیم به گفتمان اون روزها یا گفتشنودهای حاکم بر یا جبی که حاکم بود بر مثلا کنفدراسیون دانشجویان، با من یک شاهد دارم گزارش میدم خدمت شما، فکر کنید تشکیلاتی که 17,000 نفر عضو داره، گروه های ملیگرا، گروه هایی که عنایتی داشته باشن به مشروطه و دستاوردهاش، میراثهاش در کنفدراسیون وجود نداشت. تسلط غالب بر تفکر چپ بوده و ایدئولوژی بوده، بلعکس بسیار از روشنفکران ما از مشروطه گذشته بودن، از اسلام هم گذشته بودن، حتی از ایران باستان هم گذشته بودن، اصلا عنایتی نداشتن به اونها. اون چیزی که براشون مطرح بود این تفکر تازه‌ای بود که در روسیه شکل گرفت، شوروی که بعد هم در چین و انقلاب چین، و اینا مجذوب این دو قطب شده بودن، گروهی مجذوب چین شده، گروهی مجذوب شوروی شده. این واقعا تفکر غالب بود. ولی جالب اینه که و اغلب کسانی که به سمت نوگرایی میرن در ایران، اینا کسانی هستن که یک چنین توشه‌ای با خودشون دارن، ولی وقتی می‌رسیم به انقلاب اسلامی اینا توشه رو می‌ذارن زمین، کاملا تسلیم میشن. من موندم که چه اتفاقی رخ داد، آیا مصلوب میشن اینا، چی میشه که اینها ناگهان تصمیم میگیرن تمام باورهای خودشون رو بایگانی کنن و چند بدن به یه باور جدیدی که اصلا بهش قبلا عنایتی نداشتن، اصلا حاضر نیست نبودن راجع بهش فکر بکنن، ولی تسلیم میشن در مقابلش. من به مسائل مربوط به کنفدراسیون و خارج از ایران رو با داخل ایران متفاوت، داخل ایران هم بوده محیط های دانشگاهی، تسلط به هر حال با تفکر چپ بوده، با چپ مکتب چپ بوده، قبول دارم، ولی چپ ناب رو قبول ندارم. من چون اون موقع در دانشگاه تهران تدریس میکردم، من روز به روز نفوذ عرض کنم که اسلامی که با مفروضات چپ آشتی کرده بود، قاطی شده بود به اصطلاح شاه فقید ایران، این پیوند سرخ و سیاهی که پیش آمده بود، من این رو در سطح دانشگاه هم میدیدم. خب این مال فضای متأخر بود، این اواخر بود، ولی ما قبلش، من به خاطر دهه مثلا 50 رو عرض میکنم. بله من دهه 50 رو عرض میکنم. دهه 50 نه، برگردی به کمی این ورتر، برگردی به همون دهه 40 تا 50. در دهه 40 من نفوذ اصلا مذهب نفوذی نداره. کی نفوذ نداره در مذهب؟
در دهه 40 مذهب نفوذی نداره. من هم عرض میکنم، میگم که ما دهه 40 دهه تازه تجربه های درست نوآورانه ما بود، اما در دهه 50 اون گفتمان اصلی اجتماعی رو عوض کردند و در نتیجه ادبیات و هنر همه این حرفا تغییر جهت دادن و رفتن به اون سو. ما تازه بعد از نمیدونم 60 سال تازه میفهمیدیم که انقلاب مشروطه چه گفتمانی رو برای ما داره ارائه میده و چگونه تسهیل میکنه راه رو برای نوآوری ها. اما به نظر من ما نمیتونیم این وسط فراموش بکنیم رفتار دستگاه سیاسی رو که به طور گیج کننده ای از یک سو به روحانیت و مذهب عنایت داشت، به هر نوع تفکر اصلاح طلبانه که بر بنیاد قانون اساسی مشروطه بود بی توجه بود. به نظر من همه اینا دست به دست هم دادن، یک طرفه نبود ماجرا. بسیار خب، جالبه گفتی که آقای دکتر نوریالا پی میگیریم، شما میتونید در این زمینه فکر بکنید، نظری هم دارید با ما در میان بگذارید، ولی فراموش نکنید که در همون دوره کسانی هم بودن که علم تفکر مذهبی رو برافراشتن، مثل آقای آل احمد، مثل شریعتی، مثل فردی، مثل بقیه، خیلی بودن. یعنی رسیدیم سر یه پیچی که همه توشار زمین گذاشت، یعنی مجموعه محفوظات خودشون رو، باورهای خودشون رو زمین گذاشتن و دل دادن به یک حرکت تازه که در رأس شخصیت قرار گرفت به نام خمینی، به نام خمینی که اصلا باوری هم با اون نداشتن، ولی تصور میکردن که یه هیولای سامده، هیولای قدرته و اونا باید حتما یک جوری بهش آویزون بشن و شاید هم بتونن بعدا از پسش بر بیان، چون تصور اغلب اونها همین بود که درست این هیولاست ولی به زودی میشه رو منکوب کرد، پس زد و یک تنه قدرت رو به دست آورد. این تصوری که وجود داشتون زمان، به حال من فکر میکنم های میبودی که تا زمانی که ما نتونیم بفهمیم چرا روشنفکری ایران به شعار نه شرقی نه غربی رسید و هر دو رو خواست نفی بکنه و خلأی رو ایجاد کرد که این خلأ رو مذهب پر کرد، ما نمیتونیم پاسخهای دقیقی به برای تحلیل ماجرا. حکومت رسید به نه شرقی نه غربی، روشنفکر رسید به نه غربی، هر چه دو نوشته میشه یه مقاله و رساله علی غرب بود، کسی علی شرق شعار نمیداد، این شعار رو آی خمینی بهش رسید. حالا موضوع شرقی و غربی رو مذهبیون در شب انقلاب مطرح کردن، از آل احمد حتی شروع شد، نه شرقی نه غربی، از جبهه ملی نمیدونم از سال 1340 به بعد این قضیه شروع شد. شما نگاه بکنید تو تمام تحلیل‌های اون سالها، حتی انقلاب مشروطه رو که میخوان شروع کنند تاریخش رو، میگن که قضیه یه تحریم تنباکو، تحریم تنباکو رو به عنوان کلید انقلاب مشروطه میگیرن، یعنی اصلا از بنیاد میان تاریخ واقعی مشروطیت رو عوضش میکنن. اصلا فراموش میشه که پس این آقای شیخ نوری واسه چی رفت سر دار، و در این بازنویسی که به نظر من دستگاه حکومتی هم درش شریک بود، این فاجعه پیش آمد. حالا یه بحث خیلی عمده وجود داره در هم آلمان، بیشتر در فرانسه، بس بستر به هویت ببیشه بعد از این سیلاب پناهجویی به اون مملکت که یک خلل فرجهای امنیتی ایجاد کرده و ترس و نگرانی رو دامن زده، شدیدن دامن زده، بس بستر هویتی میگن آقا چرا این گروهی که از خاورمیانه اومده خودش رو از در فرهنگی و اجتماعی نمیتونه هماهنگ بکنه با این جامعه، مشکل در چیه؟ یه نظرسنجی کرده اش میگه، بذارم خود نظرسنجی هم جالبه، میگه که شاخص اول چیه، چه عنصری خیلی مهمه که یک نفر اولین قدم رو برداره برای اینکه بتونه با جامعه‌ای که درش ورود کرده خودش رو هماهنگ بکنه و بتونه با این جامعه در واقع همخانه بشه، احساس غریبی نکنه و این احساس غریبی باعث نشه که روزی علی خود جامعه قیام کنه. عنصر شماره یک زبان، این اکثریت کسانی که خودشون مهاجر بودن گفتن زبان خیلی مهم. دو لباسه،
میگن با دیشتاشو با عمابه و با عباب و چاجرچاخشور و نمیدونم با برقه و نقاب و برکینی و اینا شما نمیتونید خودتون رو با این جامعه هماهنگ کنید. باید لباس بومی و سنتی رو فراموش بکنید، باید سعی بکنید شبیه همین جوامع اروپایی بشید. بعد چندین مشخصه دیگه، یعنی مسئله هویت الان مطرح شده. میگن مشکل در چیه؟ میگن برای اینکه اینها خودشون رو اول مسلمان و خاورمیانه‌ای میدونن، بعد میگن ما مثلا تابعیت فرانسه رو داریم یا تابعیت آلمان رو داریم یا فرانسوی آلمانی هستیم. الان مشکل این شد. یعنی چی؟ یعنی شرایط بومی و سرزمینی، از همه مهمتر مذهب عامل اصلی هویت. بعد این چهار دیواری که در این زندگی میکنن، این بس که درگیر در دوری ما در اون زمان درست. آقای دکتر نوری الان میفرمایند که شعار نه شرقی و نه غربی مطرح شد، ولی واقعیت اینه که شما روی جلد کتاب آل احمد علی شرق زدگی چیزی نمیدیدید، اسم کتاب غرب زدگی بوده. فردی تمام مباحثش متمرکز بود روی مسئله غرب و حمله کردن به غرب، که اینکه مقصر هستیش در تمام عقب افتادگی ها و بینوایی های ما. اگه میخواییم رستگار بشیم ما غرب رو پس بزنیم، یا خود آقای احسان نراقی و بقیه همین هم. یعنی مسئله زدیت با غرب بود. درسته لابلا ممکنه رو علی شرق هم کسی شعار میداد، ولی خب واقعیت این بود خیلی آرزو داشتن که کاش قسطنطنیه زودتر توسط محمد فاتح بعد شده بود، خاورمیانه شکل دیگری میگیره. ببخشید، خواهش میکنم. آقای مهبودی، من فکر میکنم که در ایران فردای امیدوارم آزاد که دانشگاه هم آزاد باشه، بسیاری از تزهای دکترا در همین زمینه هایی که الان داریم با هم صحبت میکنیم نوشته خواهد شد. من مثلا این که چرا ما به شعار نه شرقی نه غربی رسیدیم، حالا به هر صورتی که بخوایم تفسیرش کنیم، به نظر من این یه موضوع یک تز دکتراست. در این حال ما فراموش نکنیم که شعار نه شرقی نه غربی ریشه هاش توی شعار استقلالیه که مثلا در زمان مبارزات ملی کردن نفت مطرح شد و پاسخ دادن به این پرسش که آیا بین شعار استقلال و شعار نشرقی نغربی آیا رابطه تنگاتنگی وجود داره؟ آیا ما اصلا زخم اصلی رو از اونجایی نخوردیم که معنای استقلال رو به معنی موازنه منفی، به معنی بستن درهای جامعه خودمون به روی شرق و غرب و همه چی، و اینکه بیایم خودمون رو بسازیم در جهانی که روز به روز ارتباطات بیشتر میشد، میتاخت به طرف عرض کنم به آخر قرن بیستم، ما گرفتار این بودیم که چگونه میتونیم اصلا درهای نفوذ رو برای خودمون ببندیم برای اینکه استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. اصلا معنای استقلال از زمان امیرکبیر تا دکتر مصدق و تا انقلاب 57 به نظر من مطالعهش از لحاظ گفتمانی خودش یه تز دکتراست که ما تا حالا بهش توجه نکردیم. متوجه. نه حق داری، کاملا حق داری. به نظر من باید، حالا امیدوارم این محققان بعدی پژوهشگران حتما روی این دقایق تاریخ ایران مطالعه بیشتر بکنن، چون خیلی مهم. یعنی واقعا میرسیم به یک نقطه عطفی که اصلا چهره ایران تغییر پیدا میکنه، آدم ها عوض میشن، ماهیت آدم ها تغییر پیدا میکنه، ماهیت سیاسیشون. شما نگاه بکنید در طول این 30 سالی که از انقلاب میگذره، نزدیک به 40 سال، 40 سال ما شعار فریاد مرگ بر آمریکا داریم میشنویم، بام تا شام، شام تا بام. نتیجه چی میشه؟ که به سادگی وقتی که مثلا یک پایگاه هوایی رو تسلیم شرق میکنن، میزان اعتراضات خیلی کم اندکه، شاید عده‌ای خوشحالم میشن به خاطر همون رسوبات تفکر گذشته. یعنی تصور میکنن که شاید اتحاد جماهیر شوروی امروز بتونه در کرملین وسیله آقای پوتین دوباره تجلی پیدا کنه، یا تجلی پیدا کرده، یعنی همون سازمان ها و همون نهادهای قدیمی و گونه دوره اتحاد شوروی دوباره احیا شده وسیله ایشون.
و از این بابت اندکی خوشحال شدم، خیلی هم خوشحال هستم. من به نظر من این یک تصمیم گیری مهمه، عرض کنم که روشن فکرانه و سیاست مدارانه است، که آیا ما هنوز فکر میکنیم میتونیم روی خط نه شرقی نه غربی حرکت بکنیم و استقلال خودمون حفظ کنیم، و یا اینکه در جهانی که روز به روز به لحاظ روان روند جهانی شدن نمیشه دیگه ایزوله شد در این جهان، ما تصمیم بگیریم به کدوم این جهان ها میخوایم تعلق پیدا کنیم. آیا ما میخوایم بریم توی اردوگاه نمیدونم روسیه و چین که تقریبا رفتیم دیگه، و یا اینکه میخوایم مثلا در اردوگاه مغرب زمین جایی برای خودمون داشته باشیم. این یه تصمیم گیری مهمیه که به نظر من سرنوشت ایران رو روشن خواهد کرد. ما همه شخصیت های سیاسیمون، احزاب سیاسی فعلیمون، به نظر من در پاسخ دادن به این مسئله موندن، درو درواسی حتی موندن. هنوز هم این که بگیم که ما دلمون میخواد ایران جزء اردوگاه مغرب زمین باشه، ما رو درواسی میکنیم و همچین اظهار نظری رو نمی کنیم. باز میگیم که نخیر، باید استقلال خودمون حفظ بکنیم. من هنوز نتونستم بفهمم که این چرا استقلالیه که میشه پایگاه نوژه رو داد دست روس‌ها و ایراد گرفتش که چرا امریکایی‌ها وقتی فانتوم به ایران میفروختن کارشناسان نظامی خودشون رو میفرستادن ایران برای که مثلا نیروی هوایی ایران مجهز به فانتوم بشه. اصلا اون روحیه ضد امریکایی که اون موقع وجود داشت الان به صورت ضد از لحاظ از بنیاد استقلال دارم خدمتتون عرض کنم. میگم امروز هم همش در حاشیه گذشت، ولی جالب بود. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر نوری علا. تا هفته آینده سپاس از شما. تشکر میکنم از آقای سپهر خسروی همیارانم. اگه پرسشی دارید حتما با فیسبوک ایران فردا در بیان بگذارید.